سلام، به صفحه دو خوش آمدید. در ماه‌های گذشته که بسیاری از ما ساعت‌های زیادی را در خانه گذراندیم، بیش از هر زمان دیگری دسترسی به فیلم و سریال و نوعی از سرگرمی نمایشی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده. در ایران هم همسو با بقیه نقاط جهان، سرویس‌های ویدیویی درخواستی، یعنی به شکلی که شما هر وقت بخواهید بتونید مجموعه یا فیلم مورد علاقتون رو تماشا بکنید، باعث رونق گرفتن پیش از پیش شبکه نمایش خانگی شده. شاید به همین دلیله که این دومین بار ظرف ماه‌های اخیره که به نوعی نام این سرویس پرطرفدار به خبرها اومده. بار قبل که تئاتری‌ها خواهان این شده بودند تا سانسور بر کار اونها اعمال نشه تا بتونن فیلم آثارشون رو در شبکه خانگی پخش بکنن، و این بار هم مجمع اصناف سینمایی نامه نوشتند و از انتقال مسئولیت شبکه نمایش خانگی از سازمان سینمایی زیر نظر وزارت ارشاد به صدا و سیما انتقاد و به اون اعتراض کردند. داستان از چه قراره و اعتراض به چیه و در زندگی شما یه بیننده چه تأثیری میگذاره؟ میهمانان ما امیر پوریا منتقد فیلم هستند و بابک غفوری آذر روزنامه‌نگار در رادیو فردا، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه که مرتبط با تحولات سینما و تئاتر است از پراگ. آقای غفوری آذر، اول شما به ما میگید که داستان از چه قراره، این نامه اعتراضی و انتقاد از این در واقع انتقال مسئولیت به چه دلیل نوشته شده؟ داستان در واقع درباره نوع نظارته، درباره اینه که سازمان صدا و سیما الان وارد شده و میگه که باید نوع نظارت بر شبکه نمایش خانگی و به طور کلی هر نوع محتوای تولیدی فراگیر، اون چیزی که به اسم صوت و تصویر فراگیر دارن بهش میگن، باید بیاد زیر نظر ما. یه مؤسسه یو تشکیل دادن با یک اسم عجیب به نام ساترا و میگن که هر کی میخواد که از این به بعد محتوایی رو تولید بکنه در مجموعه شبکه نمایش خانگی و در فضای مجازی باید بیاد از اون مؤسسه مجوز بگیره. و خب این ساترا مخفف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، که البته یه کامیون میخواد این رو بکشه و طبیعی است که بخوان اونو کوتاه بکنن به اون شکل. اما آیه پوریا، نظر شما چه؟ فکر میکنید که چرا این در واقع به نظر میاد یه تضاد منافعی اینجا وجود داره؟ این تضاد منافع، منافع کی با کیه اول و به چه شکل داریم میبینیمش؟ ببینید، ماجرای اصلی این است که خود این در واقع به یه معنایی بگیم تقسیم غنائم داره اساسا سر چی اتفاق میفته؟ یک فضای دیگری برای اکران، برای رساندن آثار تولید شده به تماشاگر وجود داره به اسم شبکه نمایش خانگی، که همه یادمونه در حدود یک دهه پیش و کمی قبل از اون اساساً ریسک بسیار بزرگی محسوب میشد تولید و سرمایه گذاری توی این محدوده. تقریبا در تمام طول این مقطعی که داریم ازش حرف میزنیم تا پیش از این رونق کمی حداقل که در این دوران به اصطلاح لاکداون و خونه نشستن‌ها و یا اصرار به خونه نشستن‌ها که گاهی اوقات هم خیلی نتیجه نمیده، تا قبل از این فقط دو سریال قهوه تلخ و بیشتر حالا فصل یک سریال شهرزاد به یک موفقیت قابل ملاحظه رسیدن. بسیار سریال‌ها بود که حتی افراد صاحب نام کار کرده بودند و موفقیت جذب مخاطب نداشت. به نظر میاد قبل از این که در حقیقت شکل کار در این عرصه، نوع متفاوت فیلمنامه نوشتن، انتخاب بازیگر، نوع تنظیم و طراحی تولید براش اندیشیده بشه، داره سر غنایم هنوز کسب نشدهش دعوا و جدل صورت میگیره. در واقع اون اعتراضی که وجود داره به این دلیله که تنها مفر دوستانی که توی این فضا کار تولید میکردن بود که بتونن یه گوشه هایی، یه نکات خیلی ریزی در روابط زن و مرد، در نوع دیالوگ نویسی، در نوع اشاراتشون، نه به این شکل که بگیم دارن معضلات اجتماعی رو مطرح میکنن، نه فقط در سر و شکل ظاهری متفاوت با محدوده بسته صدا و سیما عمل بکنن، که حالا نگران همین هستن ظاهرا در این اعتراضی که شده. خوشحالم بگم که مریم زهدی همکارم که معمولا خبرهای مربوط به سینما و تلویزیون و همینطور این سریال‌های که اخیرا خیلی پرطرفدار هستن رو دنبال میکنه همراه ماست. مریم، به نظر تو این ماجرا از کجا آب میخوره؟ دلیل این اختلاف نظر و این چیزی که باعث نامه ای اصناف سینمایی شده چیه؟
اول از همه من یه اشاره کلی بکنم به تعدد منابع تصمیم گیری در مورد محصولات فرهنگی در ایران، که این یک مشکلی که همیشه وجود داشته و همیشه گریبانگیر محصولات فرهنگی و مخاطبان محصولات فرهنگی و هنری هست. ولی چند ماهیه که این بحث در جریانه و وزارت ارشاد اتفاقا خیلی دیر واکنش نشون داد و پا به عرصه گذاشت، که شاید خودش باعث شد که جدل‌ها کمی بالا بگیره. چند تا نقطه عطف داشت این ماجرا. یکی از نقاط عطفی که باعث شد واکنش ایجاد بشه و واکنش برانگیز شد، صحبت رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بود که اومد گفتش که تمام مجوزها باید از طریق صدا و سیما بر اساس قانون صادر بشه، وگرنه مجلس پادرمیونی میکنه. اونجا بود که یه سری اومدن گفتن خب بر اساس کدوم قانون دارید این حرفو میزنید؟ شفاف سازی اتفاق نیفتاد، یعنی هیچ کس جواب قطعی نگرفته بود هنوز. یک بزنگاه دیگه فیلم آقای شهاب حسینی بود به اسم همرفیق، که این فیلم برای دریافت مجوز مراجعه کرد و باز واکنش ها بالا گرفت. اینجا وزارت ارشاد هم اومد موضع گیری کرد. بنابراین ما فهمیدیم که نهاد صدا و سیما روبروی وزارت ارشاد قرار گرفته. پس اقدام بسیار زیاد بود، یعنی هیچ قانونی وجود نداشت که راجبش بخوان بگن به استناد میکنیم به این، تفسیر میکردن به دو تا اصل قانون اساسی اشاره میکردن، یکی اصل 44 بود یکی اصل 175، و میگفتن تفسیرها از این قانون نشون میده که هر صوت و تصویری که در ایران تولید میشه باید مجوزش رو صدا و سیما صادر بکنه. یکم که گذشت، روز 26 ماه شهریور طرحی ارائه شد با امضای 26 نماینده مجلس به مجلس، که در اون طرح میخواستن اصلاح بکنن قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد رو که مصوب سال 65 بود. در این طرح یک اصلاحیه و یک تبصره الحاقی یه مقدار موضوع رو روشن‌تر کرد. اصلاحیه میگفت تنظیم سیاست‌های کلی فرهنگی و هنری و سینمایی رو اصلا کلاً مجلس باید تصویب بکنه. و در تبصره الحاقیش میگفت هر برنامه صوتی و تصویری که تولید بشه، رادیویی، تلویزیونی، مسابقه، مستند، انیمیشن، همه اینها باید صدا و سیما مجوزش رو صادر کنه. اینجا بود که پس اینه این قانون. من اگه اشتباه میکنم من تصدیق کنم، این خیلی بحث دنباله داری، اگه یادت باشه خیلی سال پیش همیشه این در واقع اصلاح طلبایی که فکر میکردن صدا و سیما در اختیارشون نیست انتقاد میکردن که آقا صدا و سیما در اختیار جناح مقابله، بگذارید ما هم مثلا تلویزیون های خصوصی داشته باشیم، تلویزیون خودمون داشته باشیم، بلکه بالانس بشه. بعد از شبکه‌های مجازی به نظر میومد که اینها اومدن حالا برای خودشون یه شبکه‌هایی رو درست کردن، روزنامه‌ها همه صوتی تصویری شدن. به نظر میاد که شاید صدا و سیما فقط مسئله‌اش اون چیزی که در شبکه‌های در واقع خانگی پخش میشه نیست، یه بخشش هم این بحث‌های سیاسیه. نه 100% همینه. وقتی صحبت از صوت و تصویر فراگیر میشه میگن که یعنی هر صوت و تصویری که شما تولید می‌کنید. ما باز برمیگردیم میرسیم به همون بحث انحصار طلبی صدا و سیما، همونقدر که هر کسی، هر مخاطبی داره خوراک خودش رو از اینترنت تامین میکنه، خبرگزاری، همونجور که خودت گفتی رسانه ها، هر کدوم از این نهادها رسانه ها واسه خودشون یک تولید به اصطلاح صوت و تصویر میکنن و مخاطب به فراخور نیازش اینا رو انتخاب میکنه، از اون طرف هم صدا و سیما که خب میدونیم رئیسش رو رهبر ایران عزل و نصب میکنه، به خطر، احساس خطر میکنه، فکر میکنه اون انحصار داره زیر سوال میره. آقای قفوری آذر، این به نظر میاد که رابطه ای هست بین اینکه مخاطب، تعداد مخاطب و حساسیتی که روی در واقع ارائه یک اثر هست. میبینیم که مثلا در مورد آثار سینمایی تا جایی که قرار نیست که بیان مثلا تو شبکه خانگی پخش بشن یک جور قوانین برقراره، وقتی که قرار بشه بیاد توی در واقع عموم و شبکه خانگی انگار که حساسیت ها بیشتره، اینطور نیست؟ دقیقا همینطوره دیگه. از یک سطحی وقتی که توجه زیاد میشه به نظر میرسه که رفته رفته هم به ویژه در سالهای اخیر این توجه در شبکه نمایش خانگی بیشتره، این حساسیت بیشتر میشه و حساسیت برانگیز میشه. چند سال پیش ما سریالی داشتیم به نام ممنوعه که در میانه پخشش به خاطر همین حساسیت ها و اصولا مشکلی که درباره نمایش نوع دیگری از سبک زندگی داریم محصولات ما داریم میبینیم که تا حدودی نزدیک به مناسبات طبقه متوسط فعلی ایران باعث میشه که جاهایی که ظاهرا خیلی سینما نمیرن یا به صورت عمومی اون محصولات رو نمیبینن، وقتی که میاد تو خونه هاشون
و این کارها رو میبینن براشون حساسیت برانگیزی ایجاد میشه و فکر میکنن که باید جلوشو بگیرن. هرچند همه اینها در سالهای اخیر به ویژه در یکی دو سال اخیر داره تغییر میکنه و خب کارهایی که در شبکه نمایش خانگی میبینیم، سریالهای اخیری که داریم میبینیم، به نظر میرسه که متوجه شدن برای کسب مخاطب و برای اینکه بتونن مخاطب رو بیشتر داشته باشن مجبورن که نوع دیگری از مناسبات رو نشون بدن. حتی تا حدود زیادی باید اشاره بکنم به بازسازی فیلم‌های پیش از انقلاب میپردازن که خب این یکی از بحث‌های اصلی است که اصولاً بالاخره تکلیف این موضوع چگونه است. آیا فیلم‌های پیش از انقلاب بدن یا خوبن؟ صحیح. اگر بد بودن که چرا با بازیگران و عواملشون اونگونه برخورد شد و همه‌شون کنار گذاشته شد و حالا داریم همون‌ها رو بازسازی می‌کنیم، در اون آثار و محصولات می‌بینیم و قراره که با اون‌ها، با اون مناسبات و با اون بازسازی‌ها مخاطب رو تو جذب کنیم. درباره انحصار من یک نکته‌ای بگم که اتفاقا ممکنه که گروه دیگری بگن که همین الانی هم که الان به شیوه رایج در سازمان سینمایی داره محصولات مجوز میگیره، اون هم ممکنه انحصار باشه در نظر پخش، مثلا در سامانه فیلیمو که الان به عنوان عمده اصلی این سامانه پخش هست، درباره اون هم خیلی میتونه این سامانه روش نظارت داشته باشه، سانسورهای خودش رو اعمال بکنه. درباره فیلم مسخره باز مثلا مشاهده کردیم که سازندش اعتراض کرد درباره نسخه‌ای که داره در اون سامانه ارائه میشه. و خیلی هم جالب اینه که درباره فیلم‌های خارجی هم که در این سامانه‌ها پخش میشه، بحثایی که درباره زیرنویس این فیلم‌ها هست و یا کپی کردن، مثلا در سامانه فیلمو ما داریم می‌بینیم که بخشی ایجاد شده سریال‌های ترکی که با برخی تغییرات همون سریال‌هایی که ممکنه مخاطب داشته باشه دوباره داره در اون سامانه عرضه میشه. همه اینا بحثاییه که اصولاً درباره این محصولات سرگرمی سازه، نمایشی سرگرمی ساز در ایران مطرح. متوجه. ولی من یک چیز رو متوجه نمیشم، این که چرا این قضیه صنفی میشه. من متوجه هستم که به هر حال تعدد نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سانسور، بحث اصلی سانسوره دیگه، کی بیشتر سانسور میکنه، از چه منظری سانسور میکنه، چطور سانسور میکنه، و بحث اینه که چه تأثیری برای اهالی سینما داره. آقای پوریا، چرا اونها اعتراض میکنن؟ آیا مثلا فرقی هست که کارفرما کیه؟ ببینید، در واقع چیزی که شما دارید الان اشاره میکنید همون بحثی است که چند وقت پیش، چند ماه پیش درباره اون نامه تئاتری ها که اول صحبت هم گفتید مطرح کردیم. اینکه خود نوع این طرح موضوع یه جوری بیشتر تایید، مهر تایید زدن بر سانسوره و اساسا خود پذیرفتن این چیزی که خانم زهدی هم گفتن که تعدد در واقع منابع تصمیم گیری جز دردسرها بوده همیشه در ایران. با آقای فرمان‌آرا سالها پیش صحبتشو میکردیم که تعداد نسخه های مختلف فیلم خانه روی آب ایشون که مثلا جایزه های اصلی جشنواره دولتی فجر رو هم گرفته، بنابراین تایید کلی در نگاه سیستم نسبت بهش وجود داره، نسخه های مختلفش که تو تیراژ های مختلف، یعنی مثلا تیراژ اول که تمام شده دوباره باید نسخه بعدی، حالا اون موقع وی سی دی که منتشر میشد، دوباره باید مجوز بگیره و یه سانسور جدیدی روش اعمال شده. جالب اینه که بعضی از این سانسورها فقط بیشتر نیستن، متفاوتن، حتی یعنی توسط همون نهادی که قبلی رو سانسور کرده، یعنی نهاد جدید میاد، آدم جدید، سانسور همون جدید نهاد. دقیقاً همون بخش در واقع صدور مجوز ویدئویی که از صدور مجوز اکران جداست، با تغییر شاید یکی دو تا آدم یا حتی با همون تیم به یه نتیجه جدید میرسه. اینا از همون پدیده هاییست که من بهش نه که من میگم، یعنی این یه به هر حال دیالوگ مشترک بین هممون دیگه، پدیده های کاملا سورئالی که ما به طور عینی بهش عادت کردیم. مثلا همین نکته ای که الان راجع به اون نامه 26 نماینده مجلس خانم زهدی گفتن، این خبر اینکه ارشاد با این طرح 26 نماینده مخالفت کرده در مورد اتصال مجوزشون به منبع تصمیم گیری سازمان صدا و سیما که همین ساترا باشه، خبر اینکه این مخالفت شده توسط یکی از مسئولین اداره ارشاد، در واقع امور ارشاد استانها، روز جمعه اومد توی
شبکه‌های مجازی و سامانه‌های اینترنتی. اصلا روز جمعه یک آدمی که مسئول مستقیم اعلام این خبر نیست، این یعنی چی؟ یعنی در واقع ما به نظر میرسه که خبرهای لابی کردنها درز میکنه و بعد حالا این دوستان که اعتراض میکنن، جالبه که 13 صنف دیگر هم امروز بهشون پیوستن، در نامه ایست که خود بیس ماجرا رو به طور کامل پذیرفته و چیزی که شما گفتین هم برای من هم مهمه، بحث صنفی، یعنی شبیه یه جور آقا منبع درآمد ما رو در واقع متوقف نکنید و کنسل نکنید، اینجوری بگم غیر فرهنگی ترین و یه جوری خودکوچک کردن توی این بحث هست که آقا فقط این نونه رو نبرید، بذارید که ما کار کنیم. آقای پوریا ممکنه بگن آقای راه دیگه ای هم هست شما مجبورید چی بسازید توش نیست. آقای پوریا معمولا وقتی جواب میدن به این حرف شما این رو میشنویم که میگن که آقا ما مجبوریم با این سیستم کار بکنیم، کار و زندگی ماست، اگر که این با این در واقع شیوه ها کنار نیاییم، شیوه هایی که هممون هم میدونیم سانسور هست و بد هست و چه کاری اصلا از پیش نمیبریم. ببینید وقتی یه نامه مطرح میشه و اینجوری سنوف همه پشتش میستن، در واقع میخواد یک حرکت جمعی رو صورت بده دیگه. توی حرکت جمعی اتفاقا وقتی که شما روی اجزا بحث کنین نه روی کلیت، هیچ نتیجه‌ای نمیگیرید. یعنی شکل این طرح در واقع مطرحه، اینکه به طور کلی بحث راجع به این بشود که الان توقف شبکه نمایش خانگی به لحاظ جذب مخاطب مطرح نیست، بحث رفتار ملوک و طوایفی سر به دست آوردن انحصار و اختیارش مطرحه. یعنی متوجه. اگه توی همین بحثی که مطرح میشه راجع به چگونگی قصه هایی که میخوایم روایت کنیم، چگونگی مسائلی که میخوایم سراغشون بریم بحث بشه، اینقدر ماجرا محدود نمیشه به فقط یه جنبه به اصطلاح بذارید یک آب‌باریکه‌ای باشه و حتی عدد میگن، یعنی میگن چند هزار کسانی که در این زمین، گفتن حدود 3 تا 5 هزار شغل در قطر هست اگر که این شیوه اعمال بشه. یه بحث دیگه ای هم به هر حال در جنب این مطرح هست و اون این که ما میدونیم که پول عمده‌ای که وسط هست برای ساخت این سریال ها اغلب از جاهایی میاد که به هر حال خودشون وصل هستن به منابع مالی بیدر و پیکر به قول معروف، مثلا سازمان سینمایی اوج هست که مثلا میگن مال سپاه، یا حالا من نمیخوام جز به جز بگم، ولی میام به نظر تو اساسا آیا فرقی داره که چه کسی این پول رو میده و کجا خرج میکنه برای اینکه تعداد در واقع شغل‌های سینمایی سر جاش بمونه، کارهای سینمایی از بین نره؟ اجازه بدید که اول من یه نکته‌ای رو اضافه بکنم، شاید جالب باشه به جذابیت این بحث اضافه بکنه. کسانی که در شوراهای صدور مجوز در وزارت ارشاد حضور داشتن، بخش عمده‌ایشون مدیران ارشد صدا و سیما بودن. یعنی عملاً این اشتراک وجود داشت، ولی یک روند منطقی وجود داره. یعنی در 10 سال اخیر ما ندیدیم که این تعداد صنف سینمایی کنار هم وایسن و هم صدا منتقد باشن و انتقاد بکنن به موضوعی. حالا اینا وقتی انتقاد دارن به سیاست‌های صدا و سیما، وقتی میخواد اعمال بشه به شبکه خانگی، عملاً دارن از یک اقتصاد ورشکسته صحبت میکنن. میگن اگر این سیاست ها، چون تجربه ثابت کرده که ساختار صدا و سیما کارآمد نبوده، حالا اگر این ناکارآمدی تسری پیدا بکنه به وضعیت شبکه خانگی، خب عملا وقتی اونجا اقتصادش از رونق بیفته، شغل ها، مشاغلی که اونجا ایجاد شده، آدم هایی که دارن اونجا کار میکنن هم از نون خوردن میافتن، چون سرمایه گذار دیگه اونجا سرمایه گذاری نمیکنه. جالبه اینو میگی مریم، با توجه به اینکه ممکنه که مثلا صدا و سیما خیلی بهش انتقاد هست که مثلا خیلی از برنامه هاش ممکنه بیننده نداشته باشه، ولی سریال های پربیننده ای ظرف این سال ها ساخته. چندین مورد هست سریال هایی که صدا و سیما ساخته و خیلی پربیننده بوده. اتفاقا این سریال هایی که پربیننده بودن هر کدوم به یک دلیلی پربیننده بودن. من میتونم یه مثال اونوری بزنم، مثال اینوری. مثلا ما سریال موچین رو داشتیم در شبکه خانگی که مجوزش رو صدا و سیما صادر کرد تو همین دعواها، و این انقدر نزدیک بود به تولیدات کم بیننده تلویزیونی که همه این رو یک تجربه شکست خورده دونستن، برای اینکه همون سیاست های صدا و سیما روش اعمال شد.
ولی از اون طرف ما سریال های دیگه ای داشتیم بسیار پربیننده، مثلا مثل ستایش که دوش اومد همینجوری دنباله دار شد، ولی یه المان هایی توی اون سریال ها وجود داشت که مردم از ازل بهش علاقه مند بودن. اشاره کردن دوستمون به اینکه فیلم های قبل از انقلاب رو برداشتن دوباره بازسازی میکنن به شیوه های دیگه، یه المان هایی رو مردم از اون موقع همچنان دوست دارن و صدا و سیما توی بعضی کارهاش موفق بوده، همون هایی بوده که قبلا محک خورده و فهمیده که مردم اونا رو دوست دارن. بله، هم از اون دست داشتیم و هم از این دست. آقای غفوری آذر، شما راجع به این چی فکر میکنید و فکر میکنید که در واقع این اعتراض صنفی سینمایی میتونه به نتیجه برسه یا اونهایی که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند خیلی به این چیزها دقتی ندارن معمولا؟ نکته اصلی محافظه کاری عجیبی است که در فضای کلی فرهنگی و هنری ایران رایج هستش. نکته ای که امیر پوریا بهش اشاره کرد بسیار با اهمیته. در همین نامه ای که ما داریم میبینیم منتشر شده از سوی صنوف مختلف که امروز هم اضافه شد، همه نتیجه گیری اینه که اگر این کار رو نکنید مردم میرن به سراغ رسانه های خارجی، شبکه های ماهواره، یعنی همین جایی که الان ما داریم با هم حرف میزنیم و ما میدونیم که اصولا مخاطبان این شبکه ها چه مقدار هستن، همه میدونیم که میزان تماشای فیلم های خارجی در ایران با زیرنویس های مختلف در ایران چقدر هست و این نوع ادبیات که اینکه بعد از این همه سالها باز هم بخوایم بیایم بگیم که با این نوع ادبیات رضایت بخش دیگری از حاکمیت رو بخوایم جلب بکنیم واقعا بعد این سالها عجیبه. ما در همین لحظه که داریم صحبت غفوری آذر، با چه زبونی میشه با اون بخش از حاکمیت حرف زد؟ چون به نظر میاد که این که زبون اونها رو پیدا کردن کار سختی بوده برای اغلب در واقع این صنفایی که سر و کله باید بزنن با سانسور. در تمام این سالها همیشه اینطور بوده دیگه. ببینید، اهالی فرهنگ هنر قشر تاثیرگذاری در هر جامعه هستند. همین الان در بلاروس خانم ماریا کولسنیکووا یکی از رهبران اصلی اعتراض ها هست، یک موسیقیدانه، یک نوازنده است و جزو رهبران اصلی اعتراض ها هستش. در زمان جشنواره فجر گذشته دیدیم که موجی که در زمینه تحریم جشنواره را افتاد چه مقدار حاکمیت را حساس کرد و یک نکته‌ای که من بعد اینجا بهش اشاره بکنم، همین الان آقای مسعود حکم آبادی، دقیقاً منم می‌خواستم همین رو بگم، این هیچ برای اون هیچ نامه‌ای از سوی اهالی فرهنگ و هنر نوشته نمیشه. بله. الان میان فقط نامه می‌نویسن که ما شغلای خودمون رو از دست ندیم. پس اون تأثیری که ممکنه فرهنگ و هنر در یک زمینه در ایجاد ارزش‌های اجتماعی داشته باشه در یک جامعه کجا میره که فقط ما به فکر شغلای خودمون باشیم ولی جایی که ممکنه که یک فردی به خاطر یک اعتراض مدنی که کرده داره میره زندان ولی ما فقط به فکر شغلای خودمونیم، میگیم 3500 نفر شغلشون رو از دست میدن، بذارید که مثلا این سرمایه‌هایی که اتفاقا شبکه نمایش خانگی بخش عمده‌ای از محل‌های جذب سرمایه‌های مشکوک بوده در سالهای اخیر، آقای امامی که میدونیم دادگاهش هم همچنان در جریان و متهم هست به این ورود سرمایه مشکوک، سریال‌های مهمی همون سریال معروف شهرزاد رو داشتیم و بعدتر هم قرار بود جای مهمی رو، همین الان یک سریال مهمی و همون دفتر که با آقای امامی کار میکردن تهیه کردن با عوامل خیلی شناخته شده و پرهزینه که هنوز بیرون ندادن، ولی همه اینها رو ما داریم میبینیم و همیشه هم صحبت اینه که خب پس ما باید کار بکنیم و پس اون ایجاد انگیزه‌های اجتماعی کجا میره؟ برای آقای حکیم آبادی چرا کسی بیانیه نمیده؟ فقط به فکر شغلای خودمون باید. من اینو میخواستم بگم آقای غفوری آذر، بسیاری از کسایی که به هر حال الان در کار سینما، سریال سازی و غیره هستن و الان این برنامه رو میبینن ممکنه به ما بگن که شما بیرون گود نشستید میگید لنگش کن، ما اینجا داریم کار میکنیم، داریم زندگی میکنیم، مجبوریم با این شرایط کنار بیایم. برای همین مورد رو هم ممکنه اشاره بکنن که کارگردان تئاتر الان باید 3 سال بره زندان فقط به خاطر اینکه نیومده جایزش رو بگیره، به خاطر یک اعتراض خیلی دیگه مدنی تر از این که نمیشه. ما داریم اینجا زندگی میکنیم، پاسخ شما به اونا چیه؟ ببینید، برای آقای حکیم آبادی اتفاقا پاسخش نهفته است. آقای حکیم آبادی هنرمندی بود که به اندازه نامهای انصراف دهنده دیگر شناخته شده نبود و این هزینه ها بهشون وارد شد، اما ما نامهای بزرگی داشتیم که در زمان جشنواره فجر انصراف دادن و اصلا با این مسائل قضایی روبرو نشدن و نمیبینیم. وقتی حدی از تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشه، یک فرد شناخته شده باشه، هزینه برخورد باش زیادتر میشه و ممکنه که به سادگی نتونه یک حکومت سراغش بره و بتونن که جلوتر ببرن یک سری موازین رو. وقتمون کم هست، بذارید از آقای پوریا که به تازگی به هر حال از ایران نسبت به بقیه ما خارج شدن و تو اون فضا هم بودن از نزدیک دیدن بپرسم، آیا شما موافقید با این حرف ها؟ آیا فکر میکنید که باید تغییر جدی از
داخل سیستم سینما و تلویزیون بیاد برای اینکه سانسور متوقف بشه؟ ببینید، در حقیقت من در تایید و امتداد حرفهای آقای غفوری آذر این نکته رو بگم که اساساً این رویکرد محافظه‌کارانه یه مقداری تازگی داره. یعنی انگار که چه در تعیین فردی، بالاخره این نامه ها جمعی امضا میشن ولی فردی نوشته میشن، یه چند نفری با هم صلاح و مشورت میکنن تا به یک نسخه نهایی برسن و به امضای جمع برسونن. از فردی که انتخاب میشه برای نوشتن، عباراتی که به کار میره، جهت و اون پدیده که خیلی مهمه، جهتی که اتخاذ میکنه و میزان تندی که داره، همشون انگار دارن میرن طرف در واقع ایجاد مسالمت بیشتر. و این شکلی توضیحش بدم، توصیفش کنم، حالا بحث سینماییه، مثل میزانسن یک آدم سرکج که داره میگه آقا این آیدی ما رو قطع نکنید و این وضعیت رو مقایسه کنید. حالا اشاره کردید به این که من بودم خودم سال 97 نامه‌ای که 200 نفر امضا کردیم که حالا ما که خیلی مطرح نیستیم، افرادی مثل آقای مهرجویی و کیمیایی و اینها امضاش کرده بودن، درباره بیس ماجرا، درباره اصل بحث مجوز اکران، یعنی پروانه نمایش. 200 نفر و خیلی کوتاه تاثیر گذاشت. اون تاثیر گذاشت، اگه خیلی کوتاه بگید. ببینید، تاثیر در دراز مدت خودشو نشون میده دیگه. همین جنگ‌های ملوک و طوایفی حداقل اتفاق نمیفته که بگیم این نامه به قول آقای غفور رضا داره همون چیزی رو میگه که ساترا میگه. ما متشکرم از شما. متاسفانه وقتمون با این بحث بسیار شیرینی هست، حیف که وقتمون کم هست. عذرخواهی میکنم آقای پوریا، مریم زهدی همکارم و آقای غفوری آذر، و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه بودید. شب روزتون خوش. We'll be right back.